به برنامه مهارت‌های زندگی خوش اومدین. همیشه از خودم میپرسم تغییر در اجتماع تا چه حد امکان پذیره؟ ما به عنوان یک نیروی جوان چقدر بر سرنوشت جامعهمون تأثیر گذار هستیم؟ چطور میشه اوضاع فعلی دنیا رو به سمت احیا و اتحاد سوق داد؟ اینا همه سوالاییه که وقتی فرد خودش رو در قبال جامعهش مسئول میبینه براش پیش میاد. ما میدونیم که جامعه مملو از بی‌عدالتی و فساد شده. دردهایی که از گوشه و کنار دنیا هر روز به گوش ما میرسه. اما از طرفی هم امید به تغییر اون داریم. نیروی محرکه بین فرد و اجتماع میتونه سرمنشأ این تغییر باشه. پس باید از کجا شروع کرد؟ تنوع در افراد باعث شده که اخلاق جوامع با یکدیگه متفاوت باشه. پس قدم اول اینه که ما شناختی کافی از فرد و به دنبال اون از جامعهمون داشته باشیم. ما باید با خودمون رو راست باشیم. نقاط ضعفمون رو بدونیم و برای برطرف کردن اونا تلاش کنیم. همینطور با شناخت کافی از توانایی هامون به کمک جامعهمون بیاییم. یادتونه تو برنامه قبل مثالی از چایی و ظرف نگهدارنده اون زدم؟ ما باید خودمونو بشناسیم، اما قالب و لیوان ما به هر شکل و اندازه‌ای میتونه باشه. باید بفهمیم که اساره ما اصیله، اما قالب اجتماع به هر شکلی به نیروی ما نیاز داره. ما با شناخت اصل خودمون میتونیم ظرفای خالی اجتماعمونو پر کنیم. در هر شرایطی رنگ و طعم چاییمون فرق میکنه، یعنی تو مسیر زندگی عقاید و نظریاتمون تغییر میکنه، اما اصل وجودمون یکیه. تو همسایگیمون خانواده هایی هستن که از کشور مالاوی به اینجا آمدن. شرایط بد اقتصادی و اجتماعی باعث شده که مهاجرت کنن به اینجا. در واقع به دلیل شرایط نامناسب چندین خانواده در کنار هم زندگی میکنن تا به کمک هم از پس هزینه ها بر بیان. اینو گفتم تا تصوری از اوضاع متفاوت اعضای اجتماع داشته باشیم. از طرفی هم خانواده های دیگه با شرایطی کاملا متفاوت که همه نشون از تفاوت فرصت ها و موقعیت های زندگی است. البته که هر زندگی سختی های خودشو داره و همه ماها تجربیات مختلفی داریم. خب چیزی که من به عنوان یک دختر ایرانی در اروپا، آمریکا و حالا در آفریقا تجربه کردم، آموختن از شیوه های گوناگون فرهنگ در این چهار موقعیته. مهر و سخاوت ایرانی، عملگرایی و هدفمندی اروپایی، خوشبینی و بلندپروازی آمریکایی و خونگرمی و زندگی اشتراکی آفریقایی به همراه هزاران درس دیگه هویت و شخصیت منو تا به این مرحله از زندگیم شکل داده. چایی شخصی من شاید طعم و رنگی از هر چهار فرهنگ مختلف داره. پس حالا وظیفه من اینه که دردهای جامعه‌مو بشناسم و بدونم قدرت من مرهمی برای کدوم درد از اجتماعست. بحران اخلاقی موجود ریشه‌اش از کجاست؟ موج عظیم مادیگرایی به چه نحوی آروم میشه و تبدیل به انرژی برای تغییر وضع موجود میشه؟ با آمیزش چایی شخصیمون با سایرین، با پیوند توانایی هامون با دیگران، حتما طعم اجتماعمون بهتر خواهد شد. حتما ثمرات تغییر واضح خواهد شد. تو برنامه بعد در مورد یکی از چالش های جامعه صحبت خواهیم کرد که با وجود اینکه خیلی دردناکه، اما تبدیل به نیروی مثبت از طرف جامعه شده.